کوتاه نوشت تاریخ موسیقی ایران زمین از کتاب از رود خشک تا بانگ تر به قلم پیمان پورشکیبایی و رضا جدیدی، نشر رهی. گویندگان مریم نظامی نژاد تفرشی ها، زهرا مظفری، پیمان پورشکیبایی. با یروزمان با هنر باشید. موسیقی هنری است ناب و شگفت که آدمی را بیش از هر هنر دیگری دستخوش شورمندی، سرمستی، آرامش یا غم می‌سازد. به راستی این پدیده سرشار از جاودانگی و عشق تنها از سوی دادار بی همتاست و ارمغانی بیمانند برای آدم خاکی است. هنر پایکوبی، خواندن و موسیقی با زاده شدن آدمی و برداشت زیبا شناسانه و نیازمند او از دنیای پیرامون رنگ و کرشمه یافت تا تار و پود زمین از آواهای زیبا جاودانگی یابد. آواز، پایکوبی و شعر بیش از هر چیز در سرشت آدمی او را بران داشت تا آنچه را می‌خواهد از آگاه و ناآگاه خیش به روشی که زیباست به دیگران ارمغان دهد تا از آنچه خود از آن بهره‌مند شده به آنان نیز بچشاند. گویی این سه برای ابراز کم بود و با اندیشه بران شد تا همراهی برگزیند که بهتر بتواند به همخیشان خیش برداشت زیباشناسانی خود را بفهماند. پس با خرد خیش آنچه ایزدان عشق در نهاد وی به ارمغان گذاشته بود به آفرینش ساز دست زد. با اینکه آوای انسان را نخستین و بهترین ساز می دانند، اما آنچه از کنکاش‌های باستان‌شناسی گمان می‌رود آن است که از نخستین دست‌آفریده‌های انسان سازهای بادی است که از شاخ و نی ساخته شده و یا سازهای کوبه‌ای همچون طبل و سپس با آشنا شدن با نوای زه کمان چنگ را ساخته است که نزدیک به چند هزار سال پیشینه دارد.